حکایت در بیان توبه نسوح که چنان که شیر از پستان بیرون آید باز در پستان نرود، آن که توبه نسوحی کرد هرگز از آن گناه یاد نکند به طریق رغبت، بلکه هر دم نفرتش افزون باشد و آن نفرت دلیل آن بود که لذت قبول یافت، آن شهوت اول بی لذت شد، این به جای آن نشست. نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی؟ زو نکوتر وان که دلش باز بدان گناه رغبت می کند، علامت آن است که لذت قبول نیافته است و لذت قبول به جای آن لذت گناه ننشسته است. سنویسره للیسرا نشده است لذت و نویسره للعسرا باقی است بر وی. بود مردی پیش از این نامش نسوح، بود ز دلاکی زن او را فتوح. بود روی او چو رخسار زنان، مردی خود را همی کرد و نهان. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود. سالها می کرد دلاکی و کس بو نبرد از حال و سر آن هوس، زان که آواز و رخش زنوار بود، لیک شهوت کامل و بیدار بود. چادر و سربند پوشیده و نقاب، مرد شهوانی و در غره شباب. دختران خسروان را زین طریق خوش همی مالید و می شست آن عشیق. توبه ها می کرد و پاب در می کشید، نفس کافر توبه اش را می درید. رفت پیش عارفی آن زشتکار، گفت ما را در دعای یاد دار. سر او دامنست آن آزاد مرد، لیک چون حلم خدا پیدا نکرد. بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانسته و پوشیده اند. هر که را اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. سست خندید و بگفت ای بد نهاد، زان که دانی ایزدت توبه دهاد.